ژنرال محمد صادق شنواره آگاه نظامی روی خط اسکای با ماست. شنواره صاحب سلام، خوش آمدید به بس. حالا طالبان تاکید کرده که یک نظام همشمول را در کشور می سازند. تحلیل شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به بینندگان تلویزیون ایران نیوز و همکاران تکنیکی شما. مجددا به خود شما سلام تقدیم میکنم. سلامت. بدون شک طالبان در یک امتحان و آزمون بسیار سخت قرار دارد که از یک طرف جبهات سیاسی برویش گشوده شده و از طرف دیگر جبهات جنگ، مثلا مقابله با و مبارزه با داعش و همچنان نبرد در ولایت پنشیر و مقاومت. برای طالبان لازم است در قدم نخست یا حوصله‌مندی خود و همچنان وحدت یک پارچگی خود یا حفظ بکنه و در قدم دوم یا بکوشن حکومتی را تشکیل بدن که حکومت همشمول باشه و تمام مردم افغانستان خود دی، یعنی تمام اقشار مردم افغانستان خود دی ببینه. و در قدم سوم باید یا یک دیپلماسی خاص خارجی را اختیار بکنن تا که ایرا کشورهای جامعه جهانی به رسمیت بشناسند. و در قدم آخری که بسیار مهم است، موضوع امنیت است، اقتصاد است و سهولت‌های اجتماعی و امرای بعضی مشکلاتی که در این چند روز اواخر به میان آمده به خاطر رفع یا اقدام بکنند. درست، ولی 14 روز میگذره ما شاهد هیچ چیز نیستیم آقای شنواره. اینکه ما میبینیم خدمات اجتماعی هنوز ارائه نشده، برای مردم بانک ها بسته است و هیچ چیز به حالت عادی خودش بر نگشته. هرچند ما شاهد حملات داعش هم بودیم و شما اشاره کردین و گفتین که بخشی از مشکل طالبان خود بود. ببینین ما با آغاز 2003 به این طرف هم یک حکومت بسیار قوی که جوابگوی همه مشکلات در افغانستان باشد متاسفانه نداشتیم. به مرور زمان ما صاحب یک اردو شدیم، ما صاحب یک قانون اساسی شدیم و بالاخره یک نظام هم شکل گرفت. خب ما کوشش میکنیم که هر چیز زودتر صورت بگیرد، ولی طالبان قبل از اینکه وارد پایتخت شوند و یا ولایت های درجه یک و ولایت ها و شهرهای بزرگ تحت تصرف و حاکمیت خود بیارند، متاسفانه یا کلان برنامه حکومتداری و یا یک تشکیلات منظمی که طوری که در حکومت جمهوریت بود نداشتن، غیر مترقبه عمل اجرا شد، وارد پایتخت شدن و تا که طالبان که مسئولیت پایتخت داشتن یا وارد پایتخت میشن یک سلسله بی‌نظمی ها را ما شاهد ازی بودیم. چور و چپاول بود، زورگویی بود و همینطور تهدید و توهین و تحقیر هم صورت گرفت. ولی ما باید با حوصله‌مندی میتونیم که ما بیره تحمل بکنیم و تقریبا 14 روز از این سپری میشه، ولی یا تا فعلا یک حکومت شکل نگرفته. میباید قبل از این بالای فکر میشد و یک عمل غیر مترقبه و پیش بینی شده. درست، ولی هیچ چیز تا هنوز در درست آقای شنواره تا هنوز هیچ چیز در بیرون مخابره نشده. اینکه هرچند آقای سانگزه گفته مشوره ها با سیاسیون جریان داره، ولی گفته نشده که کار این حکومت چقدر پیش رفته، قرار است حکومت چه وقت ساخته شود، با کیها مشوره شده، روی کدام گزینه ها مشوره شده، آیا نیروها احیا میشن، نیروهای اردوی ملی دوباره ساخته میشن، پلیس ساخته میشن. روی این موارد تا هنوز هیچ گونه جزئیات مخابره نشده. شما چه میدانین از این موارد؟ در صورت مهم و در قدم نخست باید یک چارچوکاتی حکومت یا به نام حکومت موقت و یا هم یک حکومت همشمول و فراگیر باید تشکیل شود. تحت از این حکومت و یا هر چیزی که شکل گرفت میتونه که یا برنامه خود که در نظر است در قدم نخست تامین امن نظم عامه است، تامین امنیت است و اقتصاد مردم افغانستان در قدم نخست و هم دوباره یا مجدد اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی در یک چوکات منظم یا میتونن که را از سر آغاز بکنن، ولی تا که یک چوکات منظم شکل نگرفته باشه من فکر نمی کنم که موضوعاتی که ما بالای اشاره میکنیم یا شکل بگیرن و یا هم ممکن یا زمانگیر خواهد بودن. درست، ولی آنچه که آقای عباس سانگزی میگه که تلاش ها جریان داره، فکر میکنید که حالا این چهار چوکات وجود داره یا به نحو این چهار چوکات را به میان آوردن ساختن، حالا تلاش میکنن که این نظام را به زودترین فرصت بسازن، یا نه این موارد هم در حد یک گفتار است و برای که اذهان عامه را مخشوش نسازن و به نحو مدیریت بکنن این موارد گفته میشه. دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا یک چنین چهار چوکات روی دست طالبان است، روی میز طالبان است، به زودترین فرصت نظامی که مردم توقعش داشت ساخته خواهد شد؟ من فکر نمی کنم که یک چوکاتی را که او جوابگوی باشه، او قابل قبول طرفین باشه، یا سیاسیونی که در افغانستان یا ادعا دارن و یا هم انتقاد میکنن و یا هم قابل تایید جامعه جهانی و یا حمایت کننده امارت اسلامی که فعلا هستن، این قابل قناعت قرار گرفته باشه و یا تایید شده باشد، خب این به نظر من زمانگیر خواهد بود و ما کوشش بکنیم مردم افغانستان باید یک حوصله و تحمل داشته باشه تا که یک چوکات منظمه که جوابگوی اما مشکلاتی که در داخل افغانستان رخ داده و یا به خاطر جلوگیری از واقعیت بسیار خطرناک یک چوکات منظم و جوابگو باید این ساخته شود تا که در آینده به یک مشکلات روبرو نشود. بسیار خوب، ولی شما رو میگن که تا زمانی که حداقل این چارچوب یک حکومت که از عینک طالبان قابل قبول باشه یا به نحوی یک حکومت ایدئال بر مردم افغانستان باشه، مردم میگن تا او زمان باید همین جمهوریت باقی میماند، بر مردم ارائه خدمات صورت میگرفت. ما میبینیم مشکلات جامعه افغانستان را و ویژه کابل را ما میبینیم قیمت افزایش پیدا کرده، بانک ها مسدود است و با گذشت هر روز با نگرانی های مردم افزوده میشه. به فکر ما و قسمی که مردم افغانستان هم زجیران است و مسئولین و سرانی که زی دخل قضایای مردم افغانستان بودن باید به همین قسم قدرت انتقال میابید. متاسفانه در اینجا یک خالیگاه به وجود آمد که همه فلانی که کشور امریکا و متحدین امارت اسلامی در نظر داشتن و امارت اسلامی در نظر داشتن این همه از بین رفت و باعث ازی شد که آقای غنی افغانستان را ترک کنه و این عمل انجام نشود، یعنی شکل صلح‌آمیزی که طوری که لازم می بود صورت نگرفت. بنابراین مشکلی که پیش آمد ترک و یا خارج شدن آقای غنی از افغانستان بود و این برنامه کاملا این تغییر خورد و برهم خورد. به خاطر از اینکه امروز مشکلاتی که ما تعامل میکنیم و مشکلاتی که ما دامنگیری ازی هستیم این نتایج ازی است که در اینجا برنامه تغییر خورده و اگر برنامه قراره که این طور که ایجاب میکرد پیش میرفت من فکر نمیکنم که مشکل روبرو میشد و یک ساختار و یک چوکات آماده تیار قبلا در او طرف مرز افغانستان و یا در کشوری که میزبان از طالبا و امریکایا بودن در قطر شکل می گرفت و داخل افغانستان می شدن و ما فکر نمی کنیم که مشکلات هم زیاد می شد و همچنان یک خالیگاه هم به وجود نمی آمد. درست، حالا یک خلأ بسیار کلان به وجود آمده آقای شنواری و شما میگین که طالبان تلاش دارن که حداقل را پر بسازن و یک چهار چوکات بسازن و یک حکومتداری خوب داشته باشن، اما سیاسیونی که در بیرون از افغانستان است، حتی محمد نور، ما بخشی از حرفاش را با تلویزیون بی بی سی شنیدم و اونا گفتن که سیاسیونی که در کابل وجود داره اونا نمیتونن به خاطر ساخت یک نظام ایدئال مفید باشه. هرچند آقای سانگزه گفتن ما با سیاسیون مشوره داریم، ولی در کابل آقای عبدالله، آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و آقای گلبدین حکمتیار وجود داره و آقای عبدالله، آقای محمد نور گفته سیاسیونی که در افغانستان است اونا نمیتونن در قسمت ساخت یک نظام تصمیم گیرنده باشه و تصمیم بگیرن. فکر نمیکنید که حالا با حاشیه رفتن خیلی ها میتونه یک خطر باشه برای اینکه این نظام به زودی ساخته نشه، یک بحث دیگه که این نظام پایدار نباشه؟ خب من فکر نمیکنم که مورایی که وسیاسونی که یا در گذشته یا در افغانستان یا امتحان شدن یا معاصر داشته باشد نباید یا نباید افغانستان یا ترک میگفتن و نمیرفتن از افغانستان. خب از این معلوم میشه که همچون سیاسیونی که فعلا در خارج از کشور به سر میبرن یا کوشش میکنن که انمی چوکاتی که جور میشن و ایرا هم سبوتاژ بکنن و در پالویش هم ایرا هم طوری وانمود بسازه که یا سیاسیونی که در داخل افغانستان است یا توانایی زیر کاملا ندارن. ولی یا من فکر میکنم که طالبان هم امروز یا کدام رابطه که یا امروز یا مشاردی داشته باشه فکر نمیکنم داشته باشه. و سیاسیونی که در افغانستان است اینمی سیاسیونی هستند که یا تاثیرگذار هم هستند و یا ثابت ساختن که ما واقعا افغان هستیم و در بالای مردم افغانستان یا در روزای بد بودن یا میتونن که طالبان با آنها یا مشاره بکنن و یک نتیجه مثبت به دست بیارن تا که یک حکومت و یک چوکات که او جوابگوی همه مشکلات مردم افغانستان باشه و یک روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه و به رسمیت بشناسن نیاز است. ولی من فکر نمی کنم که سیاسیونی که در خارج از کشور به سر میبره هر آنچه که یا تاکید به این بکنن، من فکر نمی کنم که ایرا طالبان هم گوش کنن و جامعه جهانی هم گوش کنن و هم مردم افغانستان هم معیار فراموش خواهد کردن. بسیار خب، حالا باورمند بری هستین که یک نظام ایدئال در افغانستان به وجود خواهد آمد به زودترین فرصت؟ کاملا نظامی که باید جوابگوی همه مشکلات در افغانستان باشه و قناعت جامعه جهانی فراهم شوند و همچنان کشورهای زیر دخل قضایا که در افغانستان بودند یا هم قناعت بکنن و مسئولین امارت اسلامی که یا میگن که ما اشغال ختم کردیم و 20 سال ما مبارزه کردیم قابل قناعت از ایام باشن و حکومتی باشه که جوابگوی همه مشکلات مردم افغانستان باشه. یک حکومتی که بتانه که حیثیت و شخصیت افغانستان که در طول چندین سال از چشم افتیده و دوباره ای شخصیت و عزت افغانستان هم ایها مجدد شوند و هم کشوری که به نام یک کشور مفقور، یک کشور پرمصرف و یک کشوری که این ملوث به فساد اداری بوده این نام پس یاده بکنن و یک حکومت باثبات و قوی داشته باشه. سه موردی که حالا به نحوی میتونن سرنوشت افغانستان را تغییر بده، اون موارد کدام موارد است؟ شما یک آگاه نظامی هستین آقای شنواره، این موارد از بود نظامی چی بوده میتونه و از بود ملکی؟ در قدم نخست یک چوکات و یا یک نظام قوی و با ثبات در افغانستان باید شکل بگیره و در قدم دوم باید یک اردوی بسیار منظم با جوابگوی همه مشکلات امنیتی در افغانستان باید این شکل بگیره و در قدم سوم دیپلماسی خاصی که با کشورها همسایه و همچنان منطقه و جامعه جهانی باید صورت بگیره. یک سیاست خارجی بسیار جامع که بتانه که رابطه یا مستقر بسازه و همچنان رابطه یا خوبتر بسازه با کشورهای همسایه و جامعه جهانی که افغانستان رو کمک کرده بودند. درست، و طالبان هم گفتن که سیاست‌های خارجی یا به نحوی رابطه حسنه با کشورهای دیگر جزء اولویت‌های اوناست. امیدوار هستیم که این نظام به زودترین فرصت ساخته شود و آقای شنواره و مردم حداقل بتوانند به مشکلاتشان فائق بیان. ممنون هستم آقای جنرال محمد صادق شنواره آگاه نظامی، سپاسگزار هستم. ان شاء الله. و ممنون از شما که بیننده آغاز روز بودید. وقت بخیر.